هشدار مایک پومپئو نسبت به اقدامات تروریستی رژیم ایران. استقبال سناتور مارکو روبیو از نامگذاری حزب الله. انفجار و آتش‌سوزی در انبارهای تسلیحاتی هشت و شعبی در عراق. So the good news is we are acting with wisdom. It's wisdom to have withdrawn from the JCPOA, which was going to put Iran on the path to a nuclear weapon. مایک پومپئو در مصاحبه با CBS نسبت به اقدامات تروریستی رژیم ایران هشدار داد و گفت ما در حال کار روی استراتژیمان در رابطه با ایران هستیم. من روی ایران کار می‌کنم تا به آنها بگویم خیر. شما نمی‌توانید به سوء قصد در اروپا ادامه دهید. شما نمی‌توانید به تلاش‌های تروریستی‌تان در سراسر خاورمیانه ادامه دهید. شما قرار نیست یک برنامه تسلیحات اتمی داشته باشید. ما مجموعه تحریم‌هایی را به مورد اجرا گذاشتیم که رژیم ایران را از سرمایه‌اش محروم می‌سازد. ما می‌بینیم این تحریم‌ها کارایی داشته است. مایک پومپئو گفت تحریم‌های نفتی کاخ سفید علیه صادرات نفت ایران توانسته است جلوی فروش 2,700,000 بشکه نفت ایران را بگیرد. پومپئو افزود به کارایی بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران یقین دارد و مطمئن است که کاخ سفید می‌تواند به استراتژی خود در این زمینه ادامه دهد. پاسدار شمخانی دبیر شورای امنیت ملی رژیم در مصاحبه با گزارشگر NBC به تهدید تروریستی از طریق جنگ نیابتی متوصل شد. وی در پاسخ به این سوال که رژیم تا کجا آماده است برای دفاع از منافعش پیش برود گفت ما چندین ابزار در دست داریم از جمله جنگ‌های نیابتی. ما این را علنی بیان خواهیم کرد. ما این سیاست مقاومتی فعال را در همه بخش‌ها ادامه می‌دهیم. شکی نیست که حتی گام‌های قاطع‌تری برمی‌داریم. سناتور مارکو روبیو عضو برجسته سنای آمریکا از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان وابسته به رژیم ایران توسط رئیس جمهور پاراگوئه استقبال کرد. سناتور روبیو طی پیامی گفت پاراگوئه به لیست فزاینده‌ای از کشورها می‌پیوندد که حزب الله و حماس را نامگذاری تروریستی کردند. من به عنوان مؤلف قانون تحریم‌های حزب الله، پرزیدنت ماریتو آبدو را برای رزم بیشتر با تروریسم و تأمین مالیان تحسین می‌کنم. خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داد برزیل در نظر دارد گروه حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند. در پی بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس نظام آخوندی، سایت مجمع تشخیص مصلحت نامه آخوند لاریجانی به آخوند یزدی را حذف کرد. آخوند لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها روز یکشنبه در نامه‌ای به آخوند یزدی از جمله نوشته بود گفته اید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند. آیا ارث پدرت بود؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرت عالی از آنها استفاده می‌کنید از ارث پدرتان ساخته شده است؟ مشکل اصلی جناب عالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه‌های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید. عصر روز سه‌شنبه انبارهای تسلیحاتی شبه نظامیان هشت و شعبی وابسته به رژیم ایران در پایگاه بلد عراق دچار آتش‌سوزی و انفجار شد. این دومین آتش‌سوزی و انفجار در پایگاه‌های هشت و شعبی طی روزهای اخیر است. رسانه‌های عراقی هفته گذشته از وقوع انفجار در پایگاه نظامی اصغر هشت و شعبی در جنوب بغداد خبر دادند که بر اثر آن تعدادی کشته و مجروح شدند.